صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی به کمترین میزان خود در 5 سال گذشته رسید. آمریکا خطاب به اروپاییان: بین ما و رژیم ایران یکی را انتخاب کنید. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: تقدیر روحانی از پاسداران. به گزارش خبرگزاری رویترز، میزان فروش نفت خام ایران به کشورهای آسیایی در ماه می سال جاری میلادی به کمترین میزان خود طی 5 سال گذشته رسیده است. بنا به این گزارش، میزان فروش نفت ایران به 4 خریدار عمده در ماه می سال جاری نزدیک به 386 هزار بشکه در روز رسیده است. این میزان نسبت به صادرات نفت ایران در سال گذشته کاهشی حدود 78.5% داشته است. رویترز پیشتر هم در گزارشی اعلام کرده بود که میزان صادرات نفت ایران در 3 هفته نخست ماه ژوئن حدود 300 هزار بشکه در روز بوده است. برایان هوک تهدید کرد آمریکا هر کشوری را که اقدام به خرید نفت از رژیم ایران کند تحریم خواهد کرد. و روز جمعه گفت: You can't do business with the United States and Iran, and everyone has chosen the United States over Iran for a number of reasons. شرکت‌های اروپایی باید بین تبادل تجاری با آمریکا یا رژیم ایران یکی را انتخاب کنند. برایان هوک افزود: واشنگتن در حال تلاش برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به 50 میلیارد دلار درآمد نفتی است. وی گفت: اگر ما مانع حضور رژیم ایران در یمن نشویم، قادر خواهد شد تا تنگه باب المندب را ببندد. controls much of the Iranian economy and the money that goes into the private sector finds its way in proxy warfare campaigns. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد آخوند روحانی، رئیس جمهور فاشیسم دینی حاکم بر ایران، ضمن تقدیر از پاسداران به خاطر شلیک به پهپاد آمریکایی گفت: ما دست همه آنهایی که در وزارت دفاع این صنعت داخلی را ایجاد کردند، دست همه آنهایی که در سپاه پاسداران از این ابزار به خوبی استفاده کردند را می‌بوسیم. خانم مریم رجوی گفت: این اظهارات ضرورت تحریم آخوند روحانی و قرار دادن او در لیست های تروریستی را مضاعف می کند. روحانی در طول 4 دهه و به خصوص در 6 سال گذشته به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت رژیم آخوندی در همه جنایت های رژیم در داخل و خارج ایران نقش کلیدی داشته است. جمعی از کشاورزان بخش شاور از توابع شهرستان شوش در استان خوزستان روز جمعه تجمع کردند و به ماموران نیروی انتظامی و ایادی رژیم که مانع کشت آنها شدند اعتراض کردند. یکی از کشاورزان معترض تهدید به خودسوزی کرد و فریاد زد: گرسنه‌ام، خودم را از گرسنگی می‌سوزانم. من گشنه‌ام، آب می‌خواهم. آب به من بدهید تا خودم را نکشم. شماها 1 میلیون آدم کشتید. 1 میلیون آدم کشتید. کشاورزان معترض از ماموران و ایادی رژیم می‌خواستند که منطقه‌شان را ترک کنند. در 5 روز از موج گرمای بی سابقه در جنوب فرانسه با دمای 44 درجه سانتیگراد، رکورد گرمترین روز فرانسه را ثبت کرد. مدارس این منطقه تعطیل شده است. همچنین دمای هوا در مناطقی از جنوب اسپانیا به 45 درجه سانتیگراد رسید. در شهر کوردوبا یک پسر 17 ساله در اثر گرمای هوا جان باخت. آتش سوزی در مناطقی از جنگل‌های اسپانیا از دیگر تبعات گرمای هوا بوده است.